سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. بسیاری از ما در طول روز کارهای بیهوده زیادی انجام میدیم که مانع از موفقیت و استفاده بهینه از زمان و توانایی های ما میشن. برای اینکه افراد موفقی باشیم و از توانایی هامون نهایت استفاده رو ببریم، باید این عادت های بد رو کنار بذاریم و سعی کنیم بهره وری خودمون رو افزایش بدیم. وقتی سخن از بهره وری پیش میاد، چیزهای به ظاهر جزئی میتونن تفاوت زیادی ایجاد کنن. با دقت بیشتر متوجه میشیم که عادتهایی که ظاهراً بی اهمیت هستن میتونن تأثیر زیادی بر موفقیتهای کوچیک یا حتی بزرگ ما داشته باشن و ما میتونیم با حذف این عادتهای بد به زیان رسوندن به خودمون پایان بدیم. در اینجا به بیان 10 عادت بد رایجی میپردازیم که باید از برنامه روزانه ما حتماً حذف بشن. شخصیت شما نتیجه مجموعه ای از عادتهای شماست. وقتی اجازه میدین تا عادتهای بد قدرت بگیرن، این عادتها به شکل موانعی در مسیر موفقیت شما قرار میگیرن. چالش اصلی اینجاست که عادتهای بد موذی هستن و به آرومی در وجود شما ریشه میکنن، تا جایی که حتی متوجه زیانی که به شما میرسونن هم نمیشین. وارن بافت میگه زنجیره های عادت اونقدر سبک هستن که اونها رو حس نمی کنین، تا زمانی که به اندازه‌ای سنگین میشن که دیگه نمیتونین اونها رو پاره کنین. کنار گذاشتن عادت های بد نیازمند میزان بالایی از خودکنترلیه. پژوهش ها نشون میده که رسیدن به خودکنترلی ارزش تلاش کردن رو داره، چون نقش بزرگی در دستیابی به موفقیت داره. خودکنترلی لازم برای شکل گیری عادت های خوب و حذف عادت‌های بد به صورت پایه و اساسی برای اخلاق کاری خوب و بهره‌وری بالا عمل می‌کنه. خودکنترلی مثل عضله‌ایه که برای ساختن اون باید اونو ورزش بدین. شما می‌تونین با حذف عادت‌های بدی که بررسی می‌کنیم عضله خودکنترلی خودتون رو قوی کنین. حالا وقتشه بریم سراغ این عادت‌ها. اولین عادت بدی که برنامه روزانه ما رو تحت شعاع قرار میده، استفاده از تلفن، تبلت یا رایانه در رخت خوابه. این عادت مهمیه و بیشتر افراد حتی متوجه نمیشن این کار به خواب و بهره‌وری اونها صدمه میزنه. نور آبی دارای طول موج کوتاه نقش مهمی در خلق و خو، سطح انرژی و کیفیت خواب ایفا میکنه. نور خورشید در هنگام صبح دارای مقادیر زیادی از این نور آبیه. وقتی چشمای شما به صورت مستقیم در معرض این نور آبی قرار میگیره، این نور تولید هورمون خواب‌آور ملاتونین رو متوقف کرده و احساس هوشیاری رو در شما ایجاد میکنه. در بعد از ظهر، اشعه‌های خورشید فاقد نور آبی هستن که موجب میشه بدن شما ملاتونین تولید کنه و به تدریج احساس خواب‌آلودگی کنید. در هنگام شب، مغز شما انتظار وجود هیچ نور آبی رو نداره و نسبت به این نور بسیار حساس میشه. بیشتر دستگاه‌های مورد علاقه ما در هنگام شب مثل لپتاپ، تبلت و گوشی‌های تلفن همراه نور آبی با طول موج کوتاه رو به شدت و درست در مقابل چهره ما منتشر می‌کنن. قرار گرفتن در معرض این نور تولید ملاتونین رو مختل کرده و موجب اختلال در توانایی شما در به خواب رفتن و همچنین کاهش کیفیت خواب میشه. همونطور که همه ما میدونیم، خواب شبانه نامطلوب تأثیرات بسیار زیان‌آوری داره. بهترین کار پرهیز از استفاده از این دستگاه‌ها پس از شامه. برای بیشتر افراد تماشای تلویزیون اشکالی نداره، البته به شرطی که به اندازه کافی از اون فاصله گرفته باشین. قبل از ادامه برنامه، اگر تا اینجا با ما همراه بودید، حتما دکمه لایک رو بزنید. لایک کردن شما باعث میشه افراد بیشتری بتونن این ویدیو رو ببینن و از اون بهره مند بشن. جدا از اون، اگر تا به حال در کانال سابسکرایب نکردید، همین حالا این کار رو انجام بدید. مورد دوم از عادت‌های بد، گشت و گذار ناگهانی و بی‌موقع در اینترنته. پیش از اون که بتونین به طور کامل در کاری غرق بشین، باید 15 دقیقه پی در پی بر روی اون تمرکز کنید. پس از این 15 دقیقه وارد حالت اشتیاق و هیجان افزایش بهره‌وری میشین که در روانشناسی به این حالت فلو گفته میشه. پژوهش‌ها نشون داده که بهره‌وری افراد در حالت فلو 5 برابر بیشتر از حالت عادیه.
وقتی ناگهان به سرتون میزنه که اخبار، اینستاگرام، نتیجه یک مسابقه ورزشی یا چیز دیگه‌ای رو مشاهده کنید و کاری که انجام میدادین رو رها کنین، این مسئله موجب میشه تا از حالت فلو خارج بشین. یعنی باید 15 دقیقه دیگه تمرکز پیوسته رو تجربه کنید تا دوباره بتونین به حالت فلو وارد بشین. اگه بارها کارتون رو رها کنید و دوباره به سراغ اون برگردین، در تمام طول روز حالت فلو رو تجربه نمی کنین. مورد سوم، نگاه کردن به گوشی در طول گفتگوه. هیچ چیز به اندازه خوندن یک پیامک یا پیغام یا حتی نگاهی سریع به گوشی همراه در وسط گفتگو دیگران رو ناراحت نمی کنه. وقتی در حال گفتگو با دیگران هستین، تمام انرژیتون رو بر روی اون متمرکز کنین. وقتی خودتون رو در گفتگوی غرق می کنین، متوجه میشین که اون گفتگو لذت بخشتر و مؤثرتر میشه. چهارمین عادت بدی که برنامه روزانه ما رو تحت شعاع قرار میده، خوندن بلافاصله پیام ها و وقت گذاشتن برای اون هاست. خوندن بلافاصله پیام ها کابوسی برای بهره‌وری شما به شمار میره. بررسی ها نشون داده که اگر هر زمان که گوشی همراه یا ایمیلتون به صدا در میاد، به سرعت به سراغ اون برین، بهره‌وری شما کاهش شدیدی پیدا میکنه. شاید احساس کنین اگر هر زمان که پیامی به گوشی همراهتون ارسال میشه، شما بلافاصله از اون مطلع بشین، بهره‌وری شما افزایش پیدا میکنه، کاملا در اشتباهین. به جای خوندن فوری پیام‌هایی که دریافت میکنین، تمام پیغام‌هاتون رو در زمان‌هایی تعیین شده بررسی کنین. مثلا هر یک ساعت یک بار به پیغام‌هاتون پاسخ بدید. این روش مؤثر و اثبات شده‌ای برای کار کردنه. پنجمین عادت بدی که با هم بررسی می‌کنیم، بله گفتن در زمانی که باید نه بگین. طبق مطالعات هرچی گفتن نه برای شما سخت‌تر باشه، احتمال اینکه به استرس، فرسودگی جسمی و ذهنی و حتی افسردگی دچار بشین بیشتر میشه. در واقع نه گفتن برای بسیاری از افراد چالش اصلی رسیدن به خودکنترلیه. نه واژه قدرتمندیه که نباید در استفاده از اون هراسی داشته باشین. افراد دارای هوش هیجانی بالا در زمان نه گفتن از عباراتی مثل فکر نمی کنم بتونم یا مطمئن نیستم بتونم استفاده نمی کنن. مستقیما میگن نه. نه گفتن به انجام وظیفه جدید موجب محترم شمردن وظایف فعلی شما میشه و به شما امکان میده تا اونها رو با موفقیت انجام بدین. به خودتون یادآوری کنین که نه گفتن نشونه ای از خودکنترلیه که با جلوگیری از اثرات منفی انجام وظایف و تعهدات بیش از حد در آینده، خودکنترلی شما رو افزایش میده. مورد ششم، فکر کردن به افراد سمیه. همیشه افرادی سمی وجود دارن که به شکلی شما رو ناراحت و عصبانی میکنن. به جای فکر کردن در مورد همکار یا فردی که خون شما رو به جوش میاره، سپاسگزار بودن برای شخص دیگه‌ای در زندگیتون رو تمرین کنین. در زندگی شما افراد فراوانی وجود دارن که شایستگی توجه و فکر کردن رو دارن و کاری که نباید انجام بدین، فکر کردن در مورد افراد بی‌ارزشه. میرسیم به مورد هفتم، یعنی انجام دادن چند کار در طول جلسه. شما هرگز نباید به چیزی کم توجهی کنین، به ویژه اگه اون چیز یک جلسه باشه. اگه اون جلسه به اندازه‌ای مهم نیست که لازم باشه به طور کامل به اون توجه داشته باشین، اصلا در اون شرکت نکنین. ولی اگه به اندازه‌ای مهمه که باید تمام توجه خودتونو بهش معطوف کنین، باید در طول جلسه تمام کارهای دیگر رو کنار بذارین. انجام دادن چند کار در طول جلسه به دیگران این احساس رو میده که از سایر افراد حاضر در جلسه مهمتر هستین و این کار به شما بدجوری لطمه میزنه. هشتمین عادت بدی که برنامه روزانه ما رو تحت شعاع قرار میده، وقت گذاشتن برای سخنچینیه. افراد سخنچین از بیچارگی دیگران لذت میبرن. شاید در ابتدا سردر آوردن از خطاها و لغزش‌های شخصی یا حرفه‌ای دیگران جالب باشه، ولی با گذشت زمان این کار خسته کننده میشه و موجب میشه احساس شرمندگی کنین و به افراد دیگه‌ای هم لطمه میزنه. در اطراف شما نکات مثبت بسیاری وجود داره و چیزهای زیادی رو میتونین از افراد جالب یاد بگیرین، به جای اینکه وقت خودتون رو با حرف زدن در مورد بیچارگی دیگران تلف کنین.
النور روزولت میگه ذهنهای بزرگ در مورد ایده ها صحبت میکنن، ذهنهای متوسط در مورد رویدادها صحبت میکنن و ذهنهای کوچیک در مورد دیگران صحبت میکنن. نذارین ذهنتون کوچیک بشه. نهمین عادت بدی که بررسی میکنیم اقدام نکردن تا زمانیه که مطمئن بشین موفق میشین. بیشتر نویسنده ها ساعت بیشماری رو صرف طوفان فکری در مورد کاراکترها و طرح داستان میکنن و حتی صفحات بسیاری رو مینویسن که میدونن هرگز از اونها در کتابشون استفاده نمیکنن. اونها به این دلیل این کار رو انجام میدن که میدونن ایده ها برای رشد کردن نیاز به زمان دارن. ما ترجیح میدیم در زمان شروع حرکتی انجام ندیم، چون میدونیم که ایده هامون عالی و بدون نقص نیستن و شاید اون چه تولید میکنیم اصلا خوب نباشه. ولی اگر شروع نکنین و به ایده هاتون زمان ندین تا تکامل پیدا کنن، چطور میتونین چیزی عالی رو خلق کنین؟ رمان نویس جودی پیکلت اهمیت اجتناب از کمالگرایی رو به خوبی در این جمله خلاصه میکنه. اون میگه شما میتونین صفحه‌ای پر از اشکال رو ویرایش کنین، ولی نمیتونین صفحه‌ای خالی رو ویرایش کنین. مورد دهم و یکی از بدترین عادات زندگی بیشتر مردم ما مقایسه کردن خود با دیگرانه. وقتی احساس لذت و رضایت در شما از مقایسه خودتون با دیگران ناشی بشه، شما دیگه صاحب شادی خودتون نیستین. وقتی در مورد کاری که انجام دادین احساس خوبی دارین، اجازه ندین که عقاید یا دستاوردهای دیگران این حس خوبو از شما بگیرن. درسته که نمیتونین نسبت به اونچه دیگران در مورد شما فکر میکنن هیچ واکنشی نداشته باشین، ولی نباید خودتونو با اونها مقایسه کنین. همیشه در مورد عقاید دیگران مقداری تردید داشته باشین. به این ترتیب بدون توجه به اینکه دیگران چه فکری میکنن یا چه کاری انجام میدن، ارزش شما در دید خودتون از درون خودتون سرچشمه میگیره. صرف نظر از اینکه دیگران چه نظری در مورد شما دارن، یک مسئله قطعی وجود داره و اون اینه که شما هرگز به اندازه‌ای که اونها میگن خوب یا بد نیستین. با تمرین خودکنترلی برای حذف این عادت‌های بد، میتونین به طور همزمان خودکنترلی رو در خودتون تقویت کنین و به عادت‌های بدی که میتونن تأثیر مخربی بر حرفه و زندگی شما داشته باشن پایان بدین. یادتون باشه این برنامه رو با دوستان و آشنایانتون به اشتراک بگذارید تا در رشد و موفقیت حال و آیندهشون سهیم باشید. حالا یه سوال: چه عادت بدی در خودتون میبینید که بد جوری جلوی پیشرفتتون رو گرفته و میخواید باش چیکار کنید؟ برای فهمیدن حقیقتی تکان دهنده در مورد زندگیتون، بهتون پیشنهاد میکنم حتما این برنامه جذاب رو ببینید. یادت باشه به هیچ کس نگو چه برنامه‌ای تو ذهنته تا اینکه انجامش بدی. بدبینی و انرژی منفی بقیه قاتل آرزوهاست. پیروز و موفق و سربلند باشید.